آلیجان جان عزیز، با سلام و درود فراوان امیدوارم که حالتون خوب و گلگلی باشه. خب همونطوری که میدونید تابستان سرد و بارونی کانادا به پایان رسیده و پاییز گرم و عجیب غریب هم داره رو به اتمام میره و باید خودتون رو آماده کنید برای استقبال از زمستان پرهیجان این کشور. پرهیجان چون واقعا معلوم نیست که دمای هوا منهای 4 درجه است یا منهای 40. منهای 40 هم که باشه سلسیوس و فارانهایت همدیگه رو بالاخره بعد از مدت ها پیدا میکنن و یه چای یخی با هم میخورن، چون تنها دمایی هست که این دو با هم برابر هستن. بله برابر، در منهای 40 درجه سلسیوس و فارانهایت یکی هن. میدونم که الان حتما دارین گوگل میکنین اینو، اصلا احتیاج به این کار نیست چون خودم یه ورژنی از گوگل هستم، ازم بچه ها من علی گوگل صدا میکنن تو محلمون. بینندگان جانهای عزیز، تو شوی امروز میخوام در مورد همین نکته های جالب با شما صحبت کنم، حقایق سرگرم کننده و منحصر به فردی که شاید در طول روز باهاشون سر کار داشته باشیم ولی توجه زیادی به این نکات نمی کنیم. برای مثال می دونستید که بینی انسان می تونه 50,000 بوی مختلف رو ثبت کنه و بعداً به یاد بیاره؟ خب حالا 5 بوی برتر شما چی هستن؟ مال من عبارت هستن از میرزا قاسمی، باقلا قاتوق، فسنجان، زیتون پرورده و بوی بازار رایس ساعت 7 صبح روز جمعه. خب فکر کنم لو رفت من کجایی هستم دیگه. او خب حرف بینی شد. البته این بیشتر برای خانم جانهای عزیزه. هنگامی که ما از طریق بینی تنفس میکنیم همیشه از یه سوراخ بینی بیشتر هوا داخل میکنیم تا اون یکی سوراخ بینی و این هر 15 دقیقه عوض میشه. پس نگران نباشید خانم جانهای عزیز، انحراف بینی ندارید، عمل هم احتیاج نیست، نکنید، نرماله، نرمال. این 15 دقیقه دیگه عوض میشه. خب هرچی هم باشه الان نوبت قلبمونه. میدونستید که قلب انسان بیش از 100,000 بار در روز میتپه؟ البته اگر آقای شکری باشید که یه خورده بیشتر شاید بتپه، مثلا 300,000 بار در طول روز. بستگی به انسان داره و موقعیت دیگه. نکات جالب دیگه هم در مورد انسان و نحوه زندگی ما وجود داره. میدونستید که چرت 20 دقیقه‌ای در طول روز باعث افزایش حافظه و خلاقیت میشه؟ 20 دقیقه چرت زدن، حافظه بهتر، حافظه، 20 دقیقه چرت، حافظه، چرت. چی میخواستم بگم؟ نگران نباشید چون من همین تو همین استودیو 20 دقیقه چرت زدم قبل از این شو. جاتون خالی. یادم افتاد میخواستم در مورد افراد چپ دست صحبت کنم. میدونستید که 12% از جمعیت دنیا چپ دست هستن؟ خب حالا چپ دست بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه بیشتر احتمال داره به آلرژی مبتلا بشن، میگرن بیشتری خواهن گرفت، بیشتر به بیخوابی مبتلا میشن، به احتمال زیاد از لکنت زبان رنج میبرن یا خواهن برد و به طور متوسط اینطوری که گفته شده 9 سال کمتر از افراد راست دست زندگی میکنن. کلی امید داشتم، چقدر کارا بود که میخواستم انجام بدم، قلب آقای شکری هم شکست. ولی خب نکات مثبت هم وجود داره خوشبختانه. افراد چپ دست چون بیشتر از قسمت راست مغزشون استفاده میکنن به احتمال زیاد به دنبال حرفه های خلاقانه میرن و به طور متوسط افراد باهوشتری هستن. بابا راست دستا شما هم خوبین. چپ دستان بازیکنای بسیار خوبی در بسکتبال، شنا، بوکس، منچ، تیراندازی و تنیس خواهند شد، مخصوصا تنیس که 40%شون چپ دستن. جالب این که بدونین
افراد بسیار متشخصی این از حافظه بالاست چپ دست هستن. پال مکارتنی، کیانو ریوز، تام کروز، نیکول کیدمن، پرنس چارلز، پرنس ویلیام، بروس ویلیس، جری ساینفیلد، پیرس برازنن، رابرت دنیرو، مورگن فریمن، جیم کری، علی محمدی، سیلوستر استالون، لیدی گاگا، جولیا رابرت، سلین دیان، بچه محل خودمون، آقای شکری و بیل گیتس. در ضمن از 8 تن از رؤسای جمهور اخیر ایالات متحده 4 نفر چپ دست بودن. رئیس جمهور فعلی که فکر نکنم اصلا بنویسه، منظورم همون قدیمی ها هستن دیگه. راست دست، چپ دست، استخون استخون دیگه، چه با راست بنویسی چه با چپ. خب حالا که حرف استخون شد، تا حالا فکر کردید به این که بیشترین استخوان های بدن کجا هستن؟ در دستان شما. هر دست شما از 27 استخوان تشکیل شده. اصلا دستو ول کن. میدونستین با چند تا استخون به دنیا میایم؟ انسان تقریبا با 300 استخوان متولد میشه، اما زمانی که به یک جوون تبدیل میشه تنها 206 استخون داره که 205 تاشو استفاده میکنه. البته اگه دم داشته باشه 206می رو هم استفاده میکنه و باهاش گردو میشکونه دیگه. خب حالا این 94 تا استخون چی میشن؟ کجا میرن؟ اصلا جای نگرانی نیست. این استخوان ها گم نمیشن و فقط طول میکشه که به هم جوش بخورن بعد از تولد، چون بیشتر قزروف هستن تا استخوان. حتما میپرسید پس چرا از اول جوش نمیخورن؟ چون که این انعطاف پذیری به نوزاد اجازه میده تا عبور آسونتری از کانال تولد داشته باشه. البته این شامل کسانی که به از طریق سزاریان متولد میشن نمیشه ها. لبخند میزنید نه؟ لبخند داریم میزنین؟ خب خوبه بدونید که به طور میانگین یک فرد 17 بار در روز لبخند میزنه و از 27 عضله برای این کار استفاده میکنه و لبخند یک شخص از فاصله 90 متری قابل تشخیصه. خانم جانهای عزیز بیشتر از آقا جانهای عزیز لبخند میزنن، چون بالاخره انحراف بینیشون رو عمل کردن و خوشحالن دیگه. داره عوض میشه. بعد دیگه بهتون بگم که لبخند مصریه و اینطوری که دیده شده 16-17 تا نوع مختلف لبخند وجود داره. خب حالا 5 تا از لبخندهای برتر کدوم هستن؟ اگه گفتین، شماره 1 لبخند عشق. گای تو کی هستی؟ شماره 2 لبخند تسلیم شدن. نمیدونم چی شد، واقعا نمیدونم. شماره 3 لبخند خشن. لیوان منو تو شکوندی؟ تو شکوندی نه؟ شماره 4 لبخند جعلی. و شماره 5 لبخند پیروزی. با بردیم. بردیم. خب حالا کدوم از این لبخندا رو دارین استفاده میکنین؟ چون با شنیدن واقعیت بعدی فکر کنم لبخندتون یه خورده کمتر بشه. اول از همه گوشای بچه‌هاتون رو بگیرین لطفاً. گرفتین؟ خب در طی طول عمر شما به طور متوسط 70 نوع مختلف حشره و حاضرین 10 عنکبوت رو در حالی که خواب هستید خواهید خورد. تسلیم شدم. چی بود؟ چی گفتم؟ خلاصه اگر صبح از خواب پا شدید و دیدید 8 تا پای عجیب غریب رو صورتتونه، بدونید که یکی از اون 10 تا کم شده و نوش جان شما و به قول اینجایی ها بون اپتی. هنوز تموم نشده ها، حواسا اینجاست. از اون عنکبوت زبان بسته که بگذریم، دهان انسان حاوی میلیاردها باکتری هست.
دانشمندان جانهای عزیز ما حدود 500 تا 1000 گونه از میکروب ها رو شناسایی کردن. خسته نباشن واقعا. و اگر دندانهایتان را به تازگی مسواک نزده اید، به احتمال زیاد به اندازه جمعیت زمین باکتری در دهانتان وجود دارد. این باکتری ها متولد میشن، کار میکنن، تغذیه میکنن، گلاب بروتون میکنن، جفتگیری میکنن و از بین میرن و تمام این وقایا در حال حاضر در دهان شما اکنون اتفاق میفتد. ولی نگران نباشید، چون بیشترشون برای سلامتی شما مفید هستن. خب حالا که در مورد دهان صحبت کردیم، مگه میشه در مورد زبان صحبت نکنیم؟ میدونستید که درست مثل اثر انگشت، اثر زبان شما هم منحصر به فرد میباشد؟ فقط خواهش میکنم اگر تصمیم به سفر به آمریکا رو دارید، این موضوع رو با ماموران مرزی آمریکا در میون نذارید، چون امکان داره زبون نگاریتون بکنن. آه بالاخره عوض شد، دیدین عوض شد بالاخره. و در آخر بینندگان جانهای عزیز، از شما خواهش میکنم اگر در متروی شهری در حال سفر هستید، اینطوری مثل من نفس نکشید، چون تقریبا 15% از هوای داخل ایستگاه مترو پوست مرده انسان هست. خب بینندگان جانهای عزیز، امیدوارم که از شوی علی جان خوشتون اومده باشه. با ما باشید تا شوی بعدی، تا برنامه بعدی، بدرود و لبخند پیروزی فراموش نشه.